دوستان سلام، روز همگی بخیر. شروع میکنیم با هم دیگه درس 11 از کتاب کفکرم 2. مثل همیشه اول از بخش گرامر شروع میکنیم. گرامر این درس به 3 بخش تقسیم شده. بخش اولش در مورد قیدهایی هستند که با ما تموم میشن. این قیدهایی که با ما تموم میشن به این صورته که شما صفتتون رو اول به صورت مؤنث می نویسید، بعدش بهش ما اضافه می کنید. مثلا چی؟ فاخت فاختمو، دو دوس دوسمو. حالا دقت کنید که استثناء هم هست. وقتی که شما می خواهید که یه قیدی رو بسازید از روی صفتی که خودش با آن تموم شده، یعنی با او ان ت، من براتون اینو قرمز می کنم. اگر که شما صفتتون با او ان ت آن تموم شده باشه، باید که وقتی که میخواین قید رو بسازید او دوزم او ان ت یا ما بهش اضافه کنید. که دقت کنید این توی تلفظ ا ما خونده میشه. مثلا پرودان پرودامان، نمیگید پرودمان، میگید پرودامان. خب، و اگر که با ا ان ت صفتتون تموم شده باشه، به پایان رسیده باشه، شده باشه، باید که بهش اما اضافه کنید. خب، ا دوزم او ان ت. مثل چی؟ مثل مشان مشا ما. خب، که پرودان به معنی با احتیاط، پرودامان یعنی با احتیاط، مشما یعنی شرورانه. خب، بعد یه استثناء دیگه هم داره که اگر که شما بخواید که یه قید از روی صفتی بسازید که با یکی از این حروف تموم شده باشه، یعنی با ای، او، ای، براتون اینا رو بزرگ میکنم، قرمز میکنم. اگر که با یکی از این سه تا تموم شده باشه، وقتی که به مؤنث برش میگردونید دیگه بهش او آخر، مؤنث در آخر کلمتون اضافه نمی کنید و به پایانش ما اضافه میشه. مثل vrai vraiment، absolu absolument. خب، absolument میشه قطعا حتما، vraiment میشه واقعا. خب، یه سری استثناءهای دیگه هم هست. مثلا اگر که کلمه شما با ال تموم شده باشه، مثل gentil میشه gentiment، bref brièvement، gaiement یا gaiement. بسه که داره، حالا میتونید دوتاش رو بنویسید، هیچ اشکالی غلط دیکته نیست. چه با ا ای او ام ببخشید ا ای او ام او ان ت یا با ای اکسان سیرکنفلکس بنویسید، فرقی نداره. تختر تختروزمان امپونی امپونمان. خب، بعد تو خود کتاب آمده براتون تمرین هم گذاشته. امیدوارم که این بخش رو متوجه شده باشید. بخش زیاد سختی نیست برای ساختن قید از روی صفت. گفتم دوباره اینجا براتون توضیح میدم که باید که اول اسمتون رو، صفتتون رو به حالت مؤنث برگردونید. مثلا اینجا کمپلت، فمینانش میشه کمپلت، بعد یه ما بهش اضافه میشه، کمپلت ما. سمپل سمپل سمپلمان، رگولیه رگولیر رگولیرمان. خب، و براتون استثناءاش هم گذاشته دیگه که با اگر که با ای تموم شد، با او تموم شد چه حالتی میشه، که اینا رو براتون الان توضیح دادم. حالا بریم سر بخش تمریناتش. بعد پایین صفحه است اینجا. Complétez le texte avec les adverbes correspondant aux adjectifs suivants. خب، پس باید که از این صفات استفاده کنید که این متن رو تکمیل کنید. من براتون میخونم، با تکمیل شدهش میخونم. خب، پس این رگولیه میشه رگولیرمان، دیفیسیل میشه دیفیسیلمان، دانجورو خطرناک میشه دانجوروزمان، پرودان با احتیاط میشه پرودامان، ترانکیل به راحتی میشه ترانکیلمان، ابسولو میشه ابسولومان، فرکان
fréquemment. که میشه زود به زود. خب. Les sportifs, ورزشکاران, vivent dangereusement. ورزشکاران به صورت یا به طور خطرناک خطرناکانه مثلا میشه گفت زندگی میکنن. Par exemple, مثلا on peut difficilement faire de la course automobile et attendre tranquillement que la pluie s'arrête de tomber pour partir. من اینجا براتون نوشتم که شما هم ببینید چطوریه قیدهایی که صفتهایی که به قید تبدیل شدن. خب پس میگه par exemple مثلا on peut difficilement faire de la course automobile به سختی میشه مسابقه ماشین سواری انجام داد et attendre و صبر کرد tranquillement et attendre tranquillement و به راحتی صبر کرد que la pluie s'arrête de tomber که pour partir که بارون دیگه نباره دیگه آره بارون بس بشه برای رفتن دیگه میگه که به سختی میشه که مسابقه اتومبیل رانی انجام داد و به راحتی وایسیم یا صبر کنیم که بارون قطع بشه برای رفتن. C'est donc souvent impossible de conduire prudemment. میگه پس در نتیجه c'est donc پس در نتیجه اغلب سخته که با احتیاط prudemment میشه با احتیاط رانندگی کردن سخته با احتیاط رانندگی کردن conduire میشه رانندگی کردن et des accidents arrivent régulièrement و تصادف پیش میاد یعنی به طور منظم régulièrement میشه به طور منظم تصادفات پیش میان des règlements sortent fréquemment mais il est absolument impossible de garantir la sécurité au pilote. پس règlement مقررات به صورت مکرر فرکمان میشه مکرر صادر میشن یا آره دیگه صادر میشن ساختیر مثلا خارج شدن یا صادر شدن خب پس مقررات به طور مکرر صادر میشن اما تضمین ایمنی تضمین میشه گارانتیر خب تضمین ایمنی سکیوریتی برای پیلات هم پیلات دلر داریم مثلا خلبان که ازش استفاده میکنیم هم راننده همین اتومبیل های مسابقه هم میشه پیلات خب پس میگه تضمین ایمنی این رانندگان کاملا غیر ممکنه absolument میشه غیر مثلا به طور کامل غیر ممکنه impossible خب این تمرینشو براتون روی چیز هم میذارم تلگرام و اینستاگرام بریم بخش دوم گرامرتون بخش دوم گرامر مربوط میشه به قیدای زمان مکان و مقدار خب از قید زمان شروع کنیم لزد برد دو تون و دو لیو قید های زمان برای نشون دادن زمان وقوع چیزی یا مدت زمان طول کشیدن چیزی رو ازش استفاده میکنیم مثلا من براتون اینجا یه سری قید آوردم برای زمان مثلا après avant bientôt ensuite toujours maintenant مثلا nous habitons maintenant au quartier latin ما اکنون در محله لاتین تبار زندگی میکنیم یا il me telephone toujours le dimanche soir او همیشه یک شنبه عصر به من زنگ میزنه دقت کنید که قیدهای زمان و مکان و همچنین قیدهایی که با ما تموم میشن معمولا به طور اصلا معمولا آره به بعد از ف
فعلتون قرار میگیره. اینجا دقت کنید، نوزه بیتون منتنا میشه قیدتون که بعد از فعلتون ابیته آمده و علم تلفن تلفنه میشه فعلتون و توجور میشه قیدتون، قید زمانتون. خب این یه بخشش. برای بخش قید مکان بریم الان. مثلا ici, là, loin, partout, près, n'importe. N'importe میشه هر کجا. خب voici une chaise posée donc votre manteau dessus. این هم یک صندلی پاتوتون رو روش بگذارید یا قرار بدید. بعد en ce moment il fait beau partout. در en ce moment میشه در حال حاضر، این روزها، در این لحظه، همین الان. خب همه جا هوا خوبه. il fait beau partout. و قید مقدار مثل assez, beaucoup, très, plus, moins. مثل مثلا میگید il faut que je travaille davantage، من باید که بیشتر کار کنم، یا ce livre coûte à peu près 200 francs. بعد دقت کنید که وقتی که شما میخواین که از قید مقدار استفاده کنید، قید شما بعد از فعلتون قرار میگیره و اگر که از حالت پس کمپوزه فعل دارید استفاده میکنید، قید شما بعد از فعل و قبل از پارتیسیپ پسه قرار میگیره. مثلا میگید جه بوکو داغمی. خب اول براتون بنویسم. مثلا دقت کنید، جه بوکو اینجا میشه مقدارتون، مقداری که ازش میخواین صحبت کنید، قید مقدار، و داغمی اینجا پس کمپوزه فعل داغمیق رو استفاده کردید. قید شما قبل از پارتیسیپ پسه که داغمی هستش قرار میگیره و بعد از فعل صرف شدتون. یا اینجا جه بیان مانژه، باز توی وقتی که از شما اینجا من خوب غذا خوردم، باز مانژه میشه پارتیسیپ پسه فعل مانژه و فعلتون هم هست با کمک از فعل avoir. بله توی پس کمپوزه جه بیان، بیان میشه چی؟ قید مقدارتون. خب امیدوارم که این بخش رو متوجه شده باشید. اگر که باز براتون سوالی پیش آمد، میتونید که روی اینستاگرام یا تلگرام برای من پیغام بذارید. تو خود کتابتون بعد از این بخش گرامر بخش دوم یه تمرین کوتاه آورده، دیت سو کی سه پسه آن شانجان لزد برب. پس اینجا باید که از قیدها متضاد قیدهایی که اینجا استفاده شده استفاده کنید. مثلا اگر که نوشته بیان بزنید مل، اگر که نوشته پو اوماش پو بگید اوماش بکو. خب و به علاوه که از پس کمپوزه استفاده کنید. خب من اینو براتون حلشم روی تلگرام و اینستاگرام میذارم، ولی الان بریم با هم دیگه همین الان که آنلاین هست. خب ترجیح میدم تو همین ویدیو براتون حلش کنم. en général تو خود کتاب نوشته en général je dors bien mais cette nuit، شما باید بگید چی؟ بنویسید exceptionnellement، برای اینکه متضاد en général میشه چی؟ exceptionnellement. به علاوه این که گفته که قید ازش استفاده کنید. exceptionnellement j'ai mal dormi، بد خوابیدم. چون نوشته je dors bien، شما باید متضادش رو بگید به علاوه این که پس کمپوزش بکنید. در نتیجه جواب شما به این صورته: exceptionnellement j'ai mal dormi. تو خود کتاب دوباره شماره دو نوشته on mange peu le soir، شبا کم غذا میخوریم. Mais hier soir، ولی دیشب شما میگه چی؟ on a bien mangé، خوب غذا خوردیم. Je roule lentement la nuit mais cette nuit là، پس متضاد je roule lentement، lentement متضادش میشه چی؟ rapidement، rapidement. و گفتیم که وقتی که از قید استفاده میکنید و میخواین که از پس کمپوزه استفاده بکنید، باید که چی کار کنید؟
قبل از پارتیسیپ پسه فعلتون و بعد از فعل صرف شدتون قرار بگیره. در نتیجه میشه چی؟ ژه رپیدمان روله، سریعا رانندگی کردن. Les enfants se lèvent tôt، بچه ها زود بیدار میشن. Mais dimanche dernier ils، میتونید بگید les enfants se sont levés tard، یا ils se sont levés tard. به جای که les enfants دوباره تکرار کنید میتونید بذارید ils، و همیشه دقت کنید که تو زبان فرانسه اگر که الان ایلو اینجا خودش گذاشته دیگه، من دوباره ایلو براتون نمیذارم، ببخشید. اگر که توی جمع 100 تا دختر باشن یه پسر، جمع به صورت مذکر بسته میشه. در نتیجه اگر که همه بچه های این خانم دختر بودن ولی یه دونه پسر هم داشت میشه ایل. ایل سوسون لوویتا. من اکیپ جو بیان او فوتبال، اکیپ من، گروه من خوب فوتبال بازی میکنه. مست فاسی ال، پس ولی این دفعه من اکیپ عمل جوه، اکیپ من بد بازی کرد. دوباره دقت کنید که مل آمده بین چی؟ بین فعل و پارتیسیپ پسه قرار گرفته. خب بخش سوم گرامر رو بریم توی ویدئوی بعد با تمریناتش که ویدئوتون زیاد طولانی نشه. پس تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.